طرب انگیز یا طرب انگیزنده به موسیقی یا هنری گفته میشه که در انسان حال و شور بیافرینه. خود واژه طرب به معنی شادی، شادمانی، فرح، نشاط و در عرفان به مأنوس بودن با حضرت باری تعالی یا خداوند گفته میشه. از واژه هایی که درش طرب به کار رفته در موسیقی رایج هست عمله طرب، مطرب، طرب سرا، طرب انگیز، طرب رود و مواردی از این قبیل هست. یحیی بن خالد برمکی می گفت موسیقی آن است که تو را به طرب آورد. ابن خرداد به معتقده که طرب سه گونه است. یک طرب محرک که نشاط آور است و جان را می شوراند. طرب دوم طرب غم انگیز هست و طرب سوم طربی که مایه حال است. شاید منظور از طرب در اینجا موسیقی باشه، یعنی ابن خرداد به سه نوع موسیقی رو نام میبره که سه حال به انسان میده: احساس شادمانی، احساس غم انگیزی و طربی که مایه حال است، یا به تعبیری حالات‌های درونی و تفکرانگیز در اون بیشتر هست. همچنین طرب الفتح نام سازی بوده که برخی اون رو هفت سیمه و برخی اون رو ده سیمه نام بردن و معتقد بودن که شش سیمه اولش مثل عود کوب می‌شده و سیمه آخر، سیمه هفتم، به تبع دستگاه ممکن بوده کوک‌های مختلفی برش انجام بشه. اونهایی هم که ده سیمه برش معتقد بودن پنج سیمه اول رو طبقه کوک عود می دونستن و پنج سیمه بعدی رو طبقه کوک هر دستگاه یا مقامی که میخواستن اجرا کنن. برخی معتقدن که ترابادارها یا موزیسینها و شاعرانی که همراه با عود شعرهای خودشون رو میخوندند و در اروپای قرن 11 و 12 به صورت حالا کلی یا ساکن در یک شهری به اجرا می پرداختن، واژه تروبادورها از واژه طرب اومده. طرب، ترو، تروب. و برخی هم معتقدند که این گونه نبوده. طرب انگیز نام یک ساز هم هست که فارمر اون رو نوعی کمانچه می دونه. جورج فارمر از پژوهندگان موسیقی شناس آمریکایی است و نام دیگه طرب انگیز رو طرب رود میدونه و معتقده که از سال 1300 قمری، یعنی دوران قاجار، این ساز ابداع شده و ابداع اون رو به میرزا غلام حسین خان نامی که یک ساز دیگه‌ای هم به اون منصوب هست ابداعش به نام مدیلان آرا میدونه و معتقده که این ساز یک ساز جدید هست. اما طرب انگیز نام گوشه‌ای در ردیف ماهور هست که بخش اول اون به صورت آوازی اجرا میشه، بخش دوم اون یک دو ضربه کوتاه با حالت چهار مضراب گونه داره. گوشه طرب انگیز بین خاوران و نیشابورک قرار گرفته و معمولا از درجه پنجم در ماهور، یعنی نوت سل، شروع میشه و البته درجه ششم، یعنی نوت لا، هم اهمیت درش داره و بعد با تحریرهایی که به حالت زیرافکن داره و به صورت چکشیوار هستن به سمت درجه هشتم یا نوت دو در اکتاو بالا میره و بعد فرود میکنه به نوت ره، درجه دوم ماهور میشینه و بعد با اون دو ضربی یا همون چهار مضراب ما رو به سمت نوت دو، یعنی فرود ماهور، برمیگردونه. بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن، به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن.